LG G5 with modular design. The first phone built for fun. درود بر شما. امیدوارم که خوب باشید. حدود یک سال از بیماری منصور خان میگذره. بیماری سختی که منصور پور حیدری با اون درگیره و مرد و مردونه داره باهاش میجنگه. امشب اومدیم به بیمارستان ایران مهر، بیمارستانی که منصور خان اونجا بستریه و دوباره به اونجا برگشته. یه گفتگوی رو ترتیب دادیم با خانم دکتر فریده شجاعی، همسر ایشون، و علی پور حیدری، پسرشون. یه تصاویر ریزی هم از منصور خان مهدی دربنسری تونست بگیره که امیدوارم اون رو ببینید و ازش لذت ببرید. ما توی خیابون داریم پلاتو میگیم، صدای آمبولانس میاد، مردم میخوان رد بشن و مدام مجبوریم که هی مواظب اطراف باشیم. یه تشکر ویژه از بیمارستان ایران مهر و امید ابراهیم شاه میکنم. با ما باشید و این گزارش رو تماشا کنید. مرسی. عرض سلام و ادب دارم خدمتتون خانم دکتر شجاعی و خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. خیلی دوست داشتیم در ابتدا راجع به منصور خان صحبت کنیم، برامون از اوضاع احوال ایشون بگین، چون قطعا هوادارشون خیلی دوست دارن بدونن که آقای پور حیدری در چه وضعیتی هستن. به نام خدا، منم بسیار خوشحالم که خدمت شما هستم. سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگان عزیز برنامه خوبتون. به هر حال خب همونطور که همه اهالی ورزش و مخصوصا طرفداران فوتبال میدونن، خب منصور مدت زیادی هستش که بیماره و تحت نظر پزشکا تو بیمارستان به سر میبره. خب بیماریشون طوری هست که طول درمانشون هم طولانیه و خوشبختانه پزشکان خیلی خوشبین هستن و به خاطر حالا داروهایی که تجویز میکنن و برنامه‌هایی که برای ایشون دارن، فکر میکنن که روز به روزشون بهبودیشون رو پیدا کنن و روز به روز بهتر بشن و ما هم امیدواریم که این اتفاق بیفته و دوباره سلامتی کاملشون رو به دست بیارن. آخرین باری که پزشک منصور خان ایشون رو دیدن نظرشون چی بوده؟ البته ایشون چند تا پزشک دارن، چون بیماریشون هم یعنی چند تا بیماری دارن، مجبورن که از متخصصین مختلف استفاده کنن و نظرات همه رو بخونن پزشکا و هر کدومشون به هر حال نظر خاصی دارن، چون قندشون نوسان داره، دمای بدنشون نوسان داره، تحت نظر دکتر قدرت هستن و ایشون خب یه دستوراتی میدن، یه برنامه ریزی برای درمانشون دارن و دکتر ریهشون، چون بیماری هستشون ریه هست، به هر حال یه برنامه داره، آنکولوژیستشون یه برنامه دیگه داره، به هر حال یه تداخلی توی در واقع ممکنه توی درمان و داروها ایجاد بشه که یه مقداری روند بهبود و عقب بندازه، ولی به هر حال همشون خوشبین هست که و امیدوارن که بهتر بشن ایشون. ما هر موقع اومدیم اینجا شما و علی آقا رو دیدیم که ماشاءالله مثل شیر پشت منصور خان بودین، همیشه ازش حمایت کردین. خواستم بدونم که بقیه چطور؟ آیا دوستان زیادی که منصور پور حیدری داشت، باشگاهی که این همه سال براش زحمت، یه شوخی جالب عادل کرده شد، عادل فردوسی پور عزیز، خب منصور پور حیدری همیشه همراه استقلال بود، حتی اون موقعی که رفت دست سه. خواهم ببینم که اونا چطور بودن؟ آیا حواسشون به این یار قدیمی هست؟ به حواسشون به این یار با وفا هست؟ خب ببینین، ما که به هر حال من و علی وظیفمونه، بعد از 40 سال زندگی در کنار هم، این وظیفه هست که تا آخرین لحظه ما حمایتش کنیم و در کنارش باشیم و امیدوارم که وقتی هم که سلامتی خودش رو به دست میاره بازم به همین شکل باشه. ولی واقعا مردممون نشون دادن که مردم بسیار با عاطفه، مهربون و رئوفی هستن و واقعا من ممنونم ازشون. از اقصی نقاط کشور تماس دارن و مرتب جویای حال منصور هستن، ما رو شرمنده میکنن، از شهرهای دور بلند میشن به دیدن منصور میان. این واقعا ما رو تحت تاثیر قرار میده، منصور رو تحت تاثیر قرار میده و همیشه در کنار ما بودن و واقعا این قلبای مهربون یار و یاور ما بودن و دعای خیرشون و انرژی مثبتی رو که میدن، این خیلی میتونه مؤثر باشه تو روند بهبود منصور. و علاوه بر اون خب خیلی از پیشکسوتان، دوستان قدیم منصور، انبازیاشون و یا بازیکنانی که همیشه در کنارش بودن و بازیکنان جوان، بازیکنان پیشکسوت، مسئولین محترم ورزش و فوتبال و تمام کسانی که به نوعی باشون سر و کار داشته توی زمانی که ورزش میکرده، زمانی که مربی بوده، همه خوشبختانه
در کنارش بودن، مرتب تماس دارن، حضور پیدا میکنن یا تلفنی تماس میگیرن. واقعا من شرمنده همه هستم، از همشون تشکر میکنم، چون اینا واقعا موجب دلگرمی خود منصور و حتی موجب دلگرمی خانواده‌اش و ما هست. خود منصور خان چطور هستن از لحاظ روحی و روانی؟ شرایط خوبی دارن؟ شرایطش یه مقداری خاصه، چون به خاطر داروهایی که استفاده میکنه گاهی ممکنه هوشیار نباشه، یعنی بیشتر در خوابه، چون داروها خواب‌آوره. ولی خوشبختانه وقتی بیدار هست هوشیاره، همه رو میشناسه و خوشحال میشه از اینکه میان و میرن. ولی فعلا یه وضعیتی داره که چون واقعا داره در شرایط درمان هست و دارو استفاده میکنه، یه مقداری داروها خواب‌آوره و بیشتر خواب هستش و کمتر میتونه که صحبت کنه با دیگران. اونطور که من از دوستانم در بیمارستان جویا شدم، دوستانی که اینجا برن، فکر میکنم چیزی در حدود 100 میلیون تومان هزینه های منصور خان شد. خواستم ببینم که برای این شما چه تدبیری اندیشیدی، چه راهکاری دارید؟ آیا اصلا کسی اومد کمکی انجام بده، پیشنهادی، حرفی، چیزی؟ اگرم نمیخوایی میتونی جواب ندیم. منطقه من نه، ببینین، اولا من فکر کنم خب شاید وظیفه کسی نباشه، ولی به هر حال اومدن قول دادن و چون منصور خیلی به باشگاه استقلال وابسته بوده و باشگاه استقلال همه جا عنوان کرده که هزینه رو میدن، خب شاید هم بخوان این کار رو بکنن. ولی تا حالا همطور که گفتیم روزه 100 میلیون هزینه شده، ولی علاوه بر اون هم بخش از هزینه ها رو فقط تا حالا آقای، یعنی در واقع داروهایی که از آلمان تهیه شد و اومد، آقای هدایتی تهیه کردن که ازشون تشکر میکنم. ولی تا حالا باشگاه و یا سازمان ورزش، یعنی وزارتخونه، البته میدونم که همه دستور مساعد دادن، دستور همکاری دادن، مسئولین ورزش و خود آقای جمشیدی که رئیس صندوق پیشکسوتان هستن خیلی تماس داشتن با حتی بیمه ایران، با کسانی که دست اندر کار بودن که بتونن یه مقداری کمک‌ها رو، هزینه‌ها رو مثلا تقبل بکنن. ولی تا حالا این اتفاق نیفتاده و بیش از 100 میلیون هم هزینه شده برای این کار تا الان. شما خیلی با مهربونی و با لطافت برخورد می‌کنید، خیلی با معرفت برخورد می‌کنید، ولی خب می‌دونید این خیلی بده که مثلا منصور پور حیدری که این همه گردن فوتبال ما حق داره، گردن باشگاه استقلال حق داره، الان مثلا حتی برای بیمه مشکل داشته باشه. ببینید منصور مشکل نداره، خوشبختانه فعلا هر چی در توانمون هست ما برای منصور وظیفمون رو انجام بدیم. ولی شاید یه مقداری انتظارات شاید باعث بشه که ما مثلا بخوایم فکر کنیم که باشگاه باید پرداخت بکنه، چون منصور یه چیزی بالای 50 سال، بالای نیم قرن در خدمت استقلال بوده و بسیار، یعنی در واقع بیش از 40-50 سال از این خدمتی که به استقلال کرده رایگان در خدمت استقلال کرده، یعنی در واقع پولی دریافت نکرده. و این انتظار ما شاید اینه که به خاطر اینکه مثلا در واقع بتونه استقلال پوشش بده یه بخشی از اونو، یعنی من فکر میکنم شخصا وظیفه نیست، شاید انتظار خیلی هست که وظیفه نیست، اما 50 ساله اصلا کوتاه نیست. خب بله، به خاطر اینکه ببینین شاید منصور تا الان هیچ کس هم ندونه، تا سال گذشته اصلا دفترچه بیمه هم نداشته، در واقع تعهدی به هیچ جان و هیچ کس نداشته و هیچ کس هم در واقع نخواسته که یه همچین قدمی براش برداره که ممکنه در آینده به دردش بخوره. ولی الان که در شرایط مریضی به سر میبره، آدم متوجه میشه که چقدر کوتاهی شده، چقدر کارهایی که باید قبلا انجام میشده نشده، که الان ما راحت تر بتونیم برخورد کنیم با یه سری از قضایا. ولی حالا به هر حال مسئولین باشگاه استقلال هم قول دادن که کمکهایی بکنن و امیدوارم که نیاز پیدا نکنه منصور و حالش هر چه زودتر خوب بشه و ما بیش از این نیاز نداشته. 50 سال منصور فرهیدری در خدمت استقلال بوده و از طرف دیگه سالها آقای فرهیدری مربی تیم ملی کشور ما بوده، ملی فوتبال ما بوده. چه خاطره ای، چه چیزی از منصور فرهیدری بیشتر تو ذهن شماست؟ شمایی که سالها در کنارش بودین، تو روزهای سختش، تو روزهای خوشیش،
چی بیشتر تو ذهنتونه این روزها که اینقدر شلوغین، کنارش هستین، میرین میاد، چی بیشتر تو ذهنتون تداعی میشه از منظور پوریدی؟ خب به نظر من که خودم شناخت کافی از ورزش و کشور دارم، فکر کنم مرد بسیار بزرگیه توی ورزش. برای اینکه کسی که خالصانه و بدون چشم داشت مالی برای کشورش و برای باشگاهش زحمت بکشه و پولی دریافت نکنه، این خیلی میشه روش واقعا یه حساب ویژه باز کرد و خیلی خاصه. من فکر میکنم کمتر کسی پیدا میشه که اینجوری در خدمت مردم، در خدمت جوانان باشه ولی در واقع خیلی خالصانه و صادقانه بخواد کار کنه و پولی دریافت بکنه. این ویژگی بزرگ منصور بوده که به پول هرگز فکر نکرده و به هر حال هم برای تیم ملی زحمت زیادی کشیده و هم برای استقلال، ولی دینش رو ادا کرده به فوتبال مملکت و جوانان کشورش. ولی فکر میکنم که بازگشتش به اندازه اون زحمتی که کشیده بوده و اینکه یا رقمی دریافت کرده باشه یا پولی گرفته باشه، مثل خیلی از مربیامون که تاکنون ما شاهدش بودیم که در واقع دریافتی داشتن، حقوقی داشتن، منصور اینجوری نبوده. همسر منصور پورحیدری بودن سخته؟ به هر حال منصور من از زمانی که بازی میکرده یا اینکه مربی بوده، خب دوران مربیگری در واقع زیادی هم داشته، یعنی مربی های باشگاه مختلف بوده، بیشتر خب مربی استقلال بوده، مربی تیم ملی بوده، حتی سرپرست تیم ملی بوده، مدیر تیم های استقلال بوده، سرپرست بوده، توی تمام مقاطع فعال بوده توی باشگاه و در کنار تیم بوده، با رویدادهای مهم برخورد داشته، مقام‌های بسیار مهمی کسب کرده. منصور من فکر می‌کنم واقعا معدود مربیانیه که هم در کسوت مربیگری هم در کسوت بازیکن صاحب مقام شده و قهرمانی زیادی به دست آورده و همچنین در تیم ملی و باشگاهی. به هر حال معلوم میشه که یعنی این نگاه به عقب و نگاه به رزومه و بیوگرافی و برنامه منصور نشون میده که زحمات زیادی کشیده برای کشور و مسلماً توی این رویدادها نقاط مثبت و منفی هر دوش بوده، سختی ها بوده، فراز و نشیب ها بوده، بالا پایین ها رو داشته، باخت ها و برد های زیادی داشته. به هر حال ما در کنارش بودیم و باخت های منصور مسلماً تو خانواده‌ام تاثیرگذار بوده و برای ما بدترین شرایط رو فراهم می‌کرده. برداش خب بهترین روزهای زندگی همه ما بوده. من، دخترم، پسرم شدیداً تحت تاثیر مسابقاتش قرار می‌گرفتن، مخصوصاً زمانی که خب در مقابل مثلا تیم رقیب، تیم پرسپولیس قرار می‌گرفته یا در کوران قهرمانی بوده. بله بله همون دیگه، بله خیلی به چشم اومد. بله در به هر حال همیشه در کوران رقابت و مسابقات و هیجان و در واقع تنش و اینا بوده همیشه و ما هم درگیر این قضیه بودیم کماکان. و به هر حال من هم پسرم هم دخترم هر دو هم ورزشکار و ورزش دوستم و هم تحت تاثیر این مشکلاتی رو که همیشه باش دست به گریبان بودیم قرار داشتم. تو این روزهایی که آدم احساس میکنه منصور پورحیدری کمتر حضور داره در جامعه فوتبال ما، در جامعه ورزش ما، به خاطر این مسئله‌ای که الان داره، درد و دلی باهاتون داشته، صحبتی باهاتون داشته، سفارشی داشته که کاری رو بخواد خودشون انجام بدن، شما انجام بدین، چیزی بوده؟ همونطور که گفتم منصور یه فرد بسیار خاصی، حالا چه در زندگی خانوادگی چه در ورزشی، زندگی ورزشیش هیچ وقت چیزی رو از کسی نمیخواستم، تو توی خونه یا توی با بچه ها با من هیچ وقت درخواست ریجه ای نداشته که، و الان هم به همین شکل، یعنی همیشه همونطور که بالاخره خیلی ها که بهش نزدیک بودن میدونن، یک فرد بسیار ساکت و در واقع میخوام بگم خیلی مظلوم واقع شده توی ورزش و توی فوتبال و درخواست خاصی از ما نداشته و چیزی تا به حال عنوان نشده. بازی استقلال دنبال میکنن منصور؟ تا زمانی که هوشیار دنبال میکنه. بازی که با سیاه جامگان داشتن آخرین بازی بود، خب خیلی دارو تزریق کرده بودن، خیلی خواب آور بود، گاهی بیدار میشد گاهی میخوابید و میپرسید چی شد،
بعد ولی فرداش که یک مقداری وضعش بهتر شد و تلویزیون باز پخشش رو داشت، نشست همه رو دید و خب به هر حال بازم تصدیل قرار میگیره، هرس میخوره، ناراحت میشه، خوشحال میشه، ولی در مجموع به خاطر برد استقلال خیلی خوشحال شد و ما فقط دعا میکنیم که استقلال ببره. حالا خارج از اینکه استقلالی هستیم، دلمون میخواد استقلال ببره، بیشتر هم به خاطر اینکه فکر میکنیم روی منصور اثر مثبت میذاره، دوست داریم که بازم استقلال برداش بیشتر بشه. استقلال ببره به خاطر منصور خانم، این بره دیگه مزه دیگه داره به خودش. بعد من میدونم که دیگه نمیتونم خیلی بیشتر از این وقت شما رو بگیرم، تو همینجور خیلی لطف کردین. اگر بخوایم با دوربین ما یه صحبتی بکنید، چیزی میخوایم پیغامی به هواداران فوتبال، کسایی که نگران منصور پورحیدری هم، بگین، یا یه پیغامی اگه دلتون میخواد به منصور خان بگین که بعد از اینکه ویدیو رو میبینه متوجه اون بشه. بفهمم خیلی خوبه. خب ببینین، صحبت خاصی به اون شکل نیست، جز این که واقعا من تشکر کنم از مردم، از تمام کسانی که احوال منصور میپرسن، مرتب در تماس هستن، نگرانش هستن و جویای سلامتیش هستن و پیگیری میکنن روند درمان منصور رو، و این انرژی های مثبت، این دعاهای خیر، من فکر میکنم بسیار مؤثر باشه و تا حدود بسیار زیادی بتونه اثر مثبت بذاره و امیدواریم که اینطور باشه. آرزو اینه که همین دعاهای مردم که همیشه شامل حال منصور شده، چه زمانی که مریض نبوده و چه الان که مریض هست، چون علاقمندان زیادی داره، من این روزها بیشتر متوجه این قضیه شدم و امیدوارم که، یعنی از مردم تشکر میکنم و امیدوارم که دعاهاشون مثمر ثمر واقع بشه. به منصور خان نمیخوام پیغام بدیم؟ امیدوارم که حالا وقتی خوب شد پیغام میدیم دیگه. ببینه. خب به هر حال ما دوستش داریم و دوست داریم که برگرده به روزهای قبل، به روزهایی که سالمه، و واقعا دوست دارم که بازم در کنار تیم، حالا درسته که سن بازنشستگیش هم هست، ولی دوست داریم که روی کمکش کنیم، یعنی علاوه بر روحی هم باید یه جوری کمکش کنیم. ولی خب صحبت که خب شرایطش خیلی الان شرایط مساعدی برای صحبت و درد دل و اینا نیست، ما میگم فقط بیشتر بعد از نظر روحی روانی یه مقداری کمکش کنیم که بتونه به شرایط خوبی برگرده. با صحبتی کردی شما علاوه روحی روانی همون چیزی که میگی رو بخوای تقویت بکنی منصور خان رو؟ خب باش در مورد بیماری صحبت میکنم. حالا چی میگی؟ که چیز خاصی نیست و بالاخره دکترها واقعا خب دکترها گفتن که ایشالله خوب میشه و حالا یه مقداری شاید طول شوخی فوتبالی زیاد داشتیم. حالا تو بیمارستان هم بعضی از دوستان میان، بالاخره خاطرات گذشته رو میگن. حالا تو همین چمه پشت قلعه نویی هم چند تا
خاطرات گذشته رو گفتن که خیلی خاطرات جالب و خوبی بود، برای روحیه بابام خوب بود. بالاخره در مورد سال 90 و قهرمانی آسیا بود که قهرمانی‌های زیادی که بابا برده، بازی‌های مهمی که داشته برده، چه بین المللی چه داخلی، خب این همه خاطرات خوبه. قهرمانی آسیا با استقلال، با تیم ملی، بردن پرس. حالا من خیلی اهل کلی نیستم، چون توی مدتی که بابا بیمارستان بود خیلی پرسپولیسی محبت داشتن. حالا یه چیزی هم یادم رفت، کار قشنگ آقای سجلال حسینی که قبل از بازی پیرهن بابا رو پوشیده بودن، اومده بودن توی زمین. کوریا که جای آره کوریا، حالا چون واقعا پرسپولیسیا خیلی آره. لطف داشتن به اون مسئله. آره حالا تو زمین هم تو مسابقه هم بالاخره طبیعیه کوری باید باشه، ولی واقعا خیلی لطف داشتن. تو خونه این جلسه هم داشتیم، مثلا شما و خانم دکتر و اینا بشینیم منصور خان رو مؤاخذه کنیم، بابا این چه کاری بود کردیم، این چه تعویضی بود. مثلا 5 دقیقه بعد اخبار ورزشی بود، رو 5 دقیقه دیگه اخبار اعلام میکنه بشین گوش بده. یعنی حتی اینا هم نمیگفت. آره نگفت. ولی خب میگم در مورد خود تعویض و نوع اینم تاکتیک و فلان اینا اصلا میخوام اجازه نمیدم، چون من کجا اون کجا، من در حدی طرفدار مثلا درسته خیلی تو فوتبال بودم، شاید از نظر خودم بگم میفهمم فوتبال، ولی
کادر پزشکی خیلی خوبیه که بیمارستان داره، بخش پرستاری، بخش خدمات، بخش همه یه بخش بیمارستان واقعا زحمت زیادی بر ما کشیدن، از مدیریت بیمارستان، از همه واقعا تشکر میکنم و امیدوارم که این همه زحمت که میکشن به نتیجه خوبی برسه. من میخوام ازت بپرسم که الان بزرگترین آرزوی علی پورحیدری چیه؟ ابراهیم شاه، دوست عزیز من که در طول این چند شب خیلی به ما لطف کرد، خیلی همراه ما بودش، هم در مورد دیداری که ما با کیمیا علیزاده داشتیم، هم در مورد نیما طباطبایی و الان هم در مورد منصورخان پورحیدری. ما تو طول این چند شب خیلی زحمت کشیدیم، مرسی که هماهنگ کردیم و تونستیم بریم تو. اوضاع احوال این دوستان چطور بود؟ خودت چطور دیدی؟ سلام عرض شد. اول از همه وظیفه بود هر کاری که انجام دادم. شما از دوستان بسیار خوب من هستی، هم برای نیما طباطبایی و آقای منصورخان پورحیدری که از هم دوست هستن هم از اقوام هستن، بعد با خانم کیمیا علیزاده که یکی از ورزشکارای بانوان المپیک هستن که برای ما مدال آفرین بودن. هر کاری که انجام دادن وظیفه بوده. وظیفه که قربونت برم، البته یه روابطی هم شما داشتید دیگه، اون روابط فامیلی با بیمارستان باعث شد که هر حال بتونی خیلی به این دوستان کمک کنی. من پدر خانم 35 ساله بیمارستان ایرامر هستن، بعد عرض بزن آقای دکتر منوچهر رحمتی زحمت کشیدن، بعد دیگه هم از تدارکات بیمارستان، کادر پزشکی، خدمات، نگهبان، همه زحمت کشیدن. بعد اینکه تخفیف خوبم تونستی برای این دوستان بگیری که حالا به من زنگ زدن و گفتن و گفتن ازت تشکر کنم. بله، اونم هیئت مدیره تصمیم گرفتش برای منصورخان پورحیدری پارسال یه تخفیف خیلی خوبی دادن، امسال هم همچنین. بازم از همشون تشکر میکنم. بعد الان من دیدم منصورخان حالا چون با تو خیلی رابطه خوبی داره، داره دنبال آرایشگر میگرده. آرایشگرم برایش میرین توی بیمارستان؟ یه آرایشگر داره منصورخان، هتل المپیکه، هگیر داده بود بهش امید، بعد بری حتما این آرایشگر رو بیاری. منم یه آرایشگر هستش عرض حضور شما، برای خودم بودش، بازور اینو آوردم خونهشون پارسا، آرایششون کردش و عرضشون اصلاحشون کردش. بعد امسال هر کاری کردم منصور خان اون بیاد، گفت نه بعد بری اونو حتما بیاری. دیگه رفتم دو سه روز پیش آوردم اصلاحشون کردم. دست گل درد نکن. فقط خواستم یه تشکری ازت بکنم، خیلی زحمت کشید. وظیفه بود. از شبکه تی وی پلاس هم تمام تشکر دارم. قربونت برم. خیلی لطف کردی امید جان. مرسی عزیزم. ممنونم.